در حاشیه نیوز ببینید درباره موشک خرمشهر، موشکی که کشورهای غربی و شرقی را به حیرت و تحسین واداشت. موشک خرمشهر به عنوان دومین موشک بالستیک بدون بالک و اولین بالستیک دوربرد بدون بالک ایرانی در نمایش نیروهای مسلح ایران در سال 96 رونمایی شد. البته برای اولین بار در 4 مهر 1395 وزیر وقت دفاع از موشک خرمشهر به عنوان موشک نسل جدید برد بلند و با دقت اصابت بالا یاد کرده بود و پس از یک سال از این اعلام مدت نهایی سامانه مذکور به عنوان سومین موشک بالستیک ایرانی با برد رسمی 2000 کیلومتر به نمایش عمومی درآمد. اولین موشک بدون بالک ایرانی موشک بالستیک سوخت مایع قیام یک بود که در رده میانبرد طراحی شده و آن را حاصل 25 سال تلاش و تجربه کشور در زمینه موشک‌های سوخت مایع بالستیک می‌داند که با آن ترکیب خلاقیت و نوآوری و شجاعت در اجرای طراحی‌های جدید و کنار گذاشتن طرح‌های موسوم تا آن زمان به وجود آمد. از این موشک که طرح آن کاملاً بومی بوده در 29 مرداد ماه سال 1389 رونمایی شد. به گفته مسئولان دفاعی ایده اولیه این موشک را شهید حسن تهرانی مقدم به صنعت داد تا موشکی با برد متوسط مخصوص پایگاه‌های آمریکایی مستقر در اطراف ایران شکل بگیرد و ساخته شود. تفاوت اصلی موشک قیام با سایر موشک‌های بالستیک ایرانی در حذف بالک‌های ثابت پایدارساز از انتهای بدنه است. این بالک‌ها که به شکل زوزنقه قائم و زاویه‌ای در تمام موشک‌های بالستیک خانواده شهاب و سجیل و حتی ماهواره برهای سفیر و سیمرغ دیده می‌شود، نقش مهم در ایجاد پایداری موشک دارند. اما در موشک قیام با عدم اتکا به بالک‌های فوق، تمام وظیفه ایجاد پایداری به عهده سامانه‌های کنترلی با همان عملگرهای نصب شده در خروجی پیشران سوخت مایع است. این کار مزیت‌هایی از جمله کاهش وزن و بازتاب راداری را به همراه داشته، ذخیره و انبارداری، حمل و نقل و بارگذاری آن در پرتابگر را نیز ساده‌تر می‌کند. این ویژگی به واسطه دستیابی به سطح بالایی از فناوری، تأمین پایداری و کنترل موشک تنها به واسطه سامانه کنترل بردار رانش در خروجی موتور و کاهش قابلیت توجه عوامل بروز خطا در این موشک از جمله استقرار دقیق موشک روی پرتابگر، سامانه‌های هدفگیری و هدایت و کاهش تلاطم سوخت مایع در مخزن و غیره دارد. همچنین با توجه به جدید بودن این موشک، احتمالاً از فناوری‌های پیشرفته و سامانه‌های تمام دیجیتال در بخش‌های الکترونیکی آن استفاده شده است. به نظر می‌رسد این موشک به مرور به طور کامل جایگزین شهاب 2 خواهد شد. زیرا در حالی که میزان سرجنگی و قطر این دو یکسان است، تنها با کمی افزایش طول و 100 کیلوگرم افزایش جرم، یعنی 1.65% به 300 کیلوگرم برد بیشتر، یعنی 60% افزایش می‌رسد. این موشک نیز به بیشینه ارتفاع 126 کیلومتر در بیشترین برد خود میرسد. در واقع با ساخت و تولید انبوه موشک قائم، عملا موشکی با ابعاد شهاب 1 و 2، اما با برد بسیار بیشتر و قابلیت بهره‌مندی از سر جنگی‌های جدید و متنوع پدید آمده است. تفاوت قطر موشک خرمشهر با موشک امال. میزان سر جنگی موشک قائم در برخی منابع 645 کیلوگرم ذکر شده و در آخرین اخبار اعلام شده راجع به پیشرفت‌های موشک کشور، قابلیت حمل انواع سر جنگی از جمله بارانی برای موشک قیام اعلام شده است. همچنین موشک قیام نیز قابلیت شلیک از سیلوهای زیرزمینی را دارد. در مطالب منتشر شده از رسانه‌های ملی در مورد این موشک گفته شده امکان شلیک قیام از پرتابگرهای خاص نیز وجود دارد که به مدد حذف بالک‌های انتهای بدنه پدید آمده است، اما اشاره‌ای به نوع این پرتابگرهای خاص نشده. با نگاهی به موشک‌های بالستیک، ساخت قدرت‌های موشکی دنیا مشاهده می‌شود امروز تمام موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از زیردریایی فاقد بالک هستند. حال موشک خرمشهر که اخباری از آزمایش آن در برخی رسانه‌های غیر رسمی منتشر شده بود، با قطر بیشتر که در حدود 1.5 متر یا بیشتر قابل تخمین است و طولی در حد موشک شهاب 3، یعنی در حدود 15 متر در رژه روز جمعه 31 شهریور ماه سال 1396 نمایش داده شد. بنابر اخبار اعلام شده این موشک به برد 2000 کیلومتر رسیده و قابلیت حمل کلاهک منفرد یا چندگانه تا 1800 کیلوگرم را دارد. هنوز اعلام نشده این موشک از نوع سوخت جامد یا مایع است، اما در هر صورت با توجه به قطر بالاتر این موشک، یک طراحی کاملا جدید ولی بر اساس تجربیات موفق گذشته به انجام رسیده است. کلاهکی که در موشک خرمشهر مشاهده می شود از نوع مخروطی ساده با یک نوک غیر تیز با انحنای کم برای کاهش اثرات مخرب حرارت در سرعت های پروازی بالا و هایپرسونیک است، اما می توان انتظار داشت کلاهک های دیگری که در موشک های مانند سجیل و قدر از نوع سه مخروطی نصب شده برای موشک
خرمشهر نیز طراحی شود. بر اساس شکل ظاهری کلاهک خرمشهر در ناحیه دماغه می توان سرعت این موشک را بیش از 15 ماخ تخمین زد. موشک خرمشهر با توجه به ساختار خود و عدم نیاز به بالک و طول کمتر نسبت به موشک‌های قدر و سجیل و اماد، کاندیدای اول بکارگیری در یک پرتابگر زیرسطحی در آینده است. این موشک نیز مانند قیام در مرحله روشن بودن پیشران تنها با اتکا به سامانه کنترل بردار رانش هدایت می‌شود. کلاهک جدا شونده آن نیز می‌تواند با اتکا به تجربه موشک اماد که دارای خطای چند متر در برد 2000 کیلومتری است، با قابلیت هدایت تا انتهای مسیر طراحی شود. هرچند که تجهیزات کنترل آیرودینامیکی روی کلاهک نمونه رونمایی شده خرمشهر دیده نمی‌شود. به گزارش مشرق، در عین حال با توجه به اینکه وزن کلاهک این موشک بالستیک جدید 1800 کیلوگرم اعلام شده، می‌توان با مقایسه اعداد اعلامی برای سایر موشک‌های رونمایی شده کشورمان آن را مرگبارترین موشک ایرانی برای حمله به دشمن توصیف کرد. در عین حال قطر بیشتر این موشک جدید به نسبت نمونه‌های دوربرد دیگر ایرانی این امکان را به آن می‌دهد که چنین کلاهک سنگین‌تری را حمل کند. البته این قابلیت موشک خرمشهر که در فاز نهایی کلاهک آن تبدیل به چند کلاهک با قابلیت اصابت به اهداف گوناگون شود، یک جهش قابل توجه در طراحی‌ها و حمله به اهداف مختلف محسوب خواهد شد. به گونه‌ای که عملاً هر موشک خرمشهر می‌تواند وظیفه 2 یا 3 موشک بالستیک را بر عهده بگیرد و با کمک به مدل جدید طراحی خود اطمینان و اثر بخش بیشتری را به دنبال داشته باشد. همانطور که سردار حاجی‌زاده در مراسم رونمایی از این موشک گفت، موشک بالستیک خرمشهر می‌تواند کلاهکی تا 1800 کیلوگرم را حمل کند و تا 2000 کیلومتری از محل پرتاب حرکت کند. این میزان کلاهک جنگی به معنای قدرت تخریب بیشتر موشک خرمشهر نسبت به سایر موشک‌ها بوده که در نابودی اهداف دشمن قدرتی منحصر به فرد دارد. شدت انفجار 1800 کیلویی برای همه مشخص است، اما وقتی که موشک دارای 3 کلاهک همزمان انفجاری باشد، شدت انفجار چند برابر می‌شود. به این دلیل بحث توان پیاده‌سازی انفجار 3 کلاهک همزمان در یک موشک را می‌توان دستاوردی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد که در موشک خرمشهر به ثمر نشسته است. بیایید ویژگی های خرمشهر رو به طور مختصر باز مرور کنیم. برد 2000 کیلومتر، قابلیت حمل چند کلاهک، نوع جدایش تک مرحله ای، سوخت مایع، وزن مسلح نامشخص، وزن سر جنگی نامشخص، مأموریت زمین به زمین بالستیک، هدایت بدون باله. موشک خرمشهر اما تنها یکی از صدها موشکی است که ایران بدون کمک هیچ یک از قدرت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای دست به ساخت آن زده است. موشکی که قطعاً نه اولین موشک ایرانی خواهد بود و نه آخرین آن، اما به تنهایی قادر شده تا غرب از توانایی‌های ایران انگشت حیرت بر دهان بگیرد. موشک خرمشهر آخرین محصول معرفی شده کشور در رده بالستیک‌های برد بلند است و رونمایی از آن بازتاب‌های زیادی در بین تحلیلگران حوزه موشکی در دنیا داشت. اما در رژه 31 شهریور 1398 موشک خرمشهر با یک سر جنگی جدید به نمایش درآمد. این سر جنگی برخلاف نمونه اولیه که مخروطی ساده است، دارای تغییر در سطح مقطع و زاویه سطوح بوده، اما برخلاف نمونه مشاهده شده در خرمشهر 2 فاقد بالک کنترلی است. از طرفی به دلیل حجم کمتر این سر جنگی، احتمال اینکه این نمونه مربوط به کلاهک‌های چندگانه باشد بسیار ضعیف است. نگاهی به رویه گذشته سر جنگی موشک‌های خانواده شهاب و قدر در این زمینه می‌تواند مفید باشد. از نظر ظاهری اولین انواع سر جنگی های شهاب مخروطی ساده بودند که بعدها با دو نوع دیگر تنوع یافتند. نوعی که در اینجا آن را 3 مخروطی مینامیم، با 2 بخش مخروطی که اولی زاویه بیشتری دارد شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای با طول قابل توجه به بخش مخروطی سوم میرسد. بنابر اطلاعات موجود، این نمونه برای اولین بار روی موشک های شهاب 3 بهبود یافته در رژه 31 شهریور 1383 مشاهده شد. این ترکیب به نظر میرسد امروز معمول ترین ترکیب هندسه ظاهری کلاهک های جنگی موشک های بالستیک کشور است، زیرا علاوه بر شهاب 3 در موشک های قیام و سجیل 1 و 2 قدر F1 و نمونه جدید قدر H1 نیز دیده می شود. نوع دیگر که آن را 2 مخروطی می نامیم، با یک حجم مخروطی از دماغه شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه کوتاه به بخش مخروطی انتهایی می رسد. عکس شماره 2.
با توجه به شباهت سر جنگی جدید موشک خرمشهر با نمونه‌های دو مخروطی و سه مخروطی موشک‌های شهاب 3 و قدر، میتوان گمانه زنی کرد که احتمالاً این سر جنگی جدید برای رسیدن به پایداری بیشتر برای افزایش دقت در سر جنگی، فاقد هدایت تا لحظه آخر و همچنین بالاترین سرعت در فاز نهایی پرواز بهینه شده است. به این ترتیب احتمال مورد اصابت قرار گرفتن آن توسط سامانه‌های پدافند ضد موشکی دشمن کمتر می‌شود. آنچه مهم است روند بهبود طرح‌ها و ادامه داشتن فعالیت‌های متخصصان صنعت موشکی کشور به سمت طرح‌های بهینه‌تر و توسعه قابلیت‌های عملیاتی محصولات این صنعت است که بهسازی‌های مختلف مشاهده شده روی انواع موشک‌ها، خصوصاً تجهیز موشک‌های قدیمی و کلاهک هدایت‌شونده، تا لحظه آخر از جمله این فعالیت‌های مهم است.